بسم الله الرحمن الرحيم. نیمه شعبان قابل درک و توصیف نیست. ما مطالبی شنیدیم اما فهم اون مطالب از حوصله ادراک ما خارج. امام زمان کیه؟ این یک سواله. قرآن چیه؟ این یک سواله. اما قرآن چیز؟ اون کسانی که اهل قرآنن، این بین الدفتین، یعنی بین این دو جلد، تمام اون چه خدا بر 124,000 پیغمبر نازل کرده، همه در این. حالا درک این مطلب، فهمش عقل رو مبهوت میکنه. یعنی اون چه نزد آدمه، اون چه خدا به نوح داده، اون چه خدا به ابراهیم خلیل عنایت کرده، اون چه پروردگار به موسی بن عمران داده، اون چه به عیسی بن مریم بخشیده، اون چه به شخص اول عالم و عقل کل داده، همه در این کتاب اولش. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمد، آخرش سوره ناس. این قرآن. هر کسی باید وظیفه‌اش رو نسبت به قرآن انجام بده. وظیفه نسبت به قرآن دو کلمه است. خلاصه امر این دو کلمه است. یکی قرائت قرآن، این کلمه اول. کلمه دوم عمل به قرآن. اما قرائت قرآن هرچه هست در کلمات اهل بیت، علم فقط در قرآن است و روایات. هرچه از این بیت بیرون نیامده باطله. این روایت صحیحه، سند تامه، که حجت خدا فرمود هر چیزی به کلمه کل که لفظ موضوع برای عموم، لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. هر چیز که از این بیت، یعنی بیت اهل البيت، انما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اون که از این بیت بیرون نیامده باطله. حالا اون که از این بیت بیرون آمده چیه؟ ما خلاصشو میگیم. از امروز همه تون به این برنامه عمل کنید. امیر المؤمنین به فرزندش محمد ابن الحنفیه فرمود این قرآن عهد خداست، عهدیست بین خدا و بندگانش. حالا وصیتی که پدری مثل امیر المؤمنین به پسری مثل محمد حنفیه بکنه، اینو باید خوب درک کرد. فرمود این عهد خداست، سعی کن هیچ روزی بر تو نگذره مگر این که رابطت را با عهد خدا تازه کنی. حد اقل رو حضرت فرمود، حد اکثر دیگه حد نداره. چرا؟ چون قرآن نوره. هر آیه‌ای که افزوده بشه میشه نورون علا نور. فرمود کمتر از 50 آیه در روز ترک نکنی. حداقل 50 آیه قرآن بخوان. حالا همین یک جمله بسه. اگر کسی هر روز 50 آیه قرآن بخوانه، چون کلام امیر امیر الکلمات، ما نفهمیدیم علی ابن ابی طالب کیه. انا مدینت العلم و علیون باباها. او حساب کرده در اون 50 آیه همه گوهرها هست، مبدع هست، معاد هست، اخلاق هست، احکام هست. اگر کسی این اندازه توفیق پیدا کنه هر روز 50 آیه بخوانه، اما چه جور خوندن؟ باز راه داره. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اون قرائت باید توأم با تدبر باشه. اگر اینجور هر کسی 50 آیه قرآن هر روز بخونه، این در 40 روز روحش میشه اکسیر احمر. منتها افسوس که عمر ما گذشت و اون چنانی که باید از این عمر استفاده نکردیم. از امروز شروع کنی، کمتر از 50 آیه نشه، هرچه بیشتر بهتر. اما مسئله اینه، عمل یک وقت عمل منه،
ارزشی نداره. آدم باید خودش رو گم نکنه. خود من چه ارزشی دارم؟ چه قیمتی دارم؟ سر تا پا قصور، سر تا پا تقصیر. اینه که راه رو باید پیدا کرد. یک وقت قرائت قرآن قرائت من میشه، یک وقت عقل کار میکنه، ورق رو آدم برمیگردونه. اگر این کار رو بکنید، اون وقته که ورق برگشته، اون قرآنی که میخوانید، این حد اقلش، حد اکثرش، هرچه بیشتر بهتر، همه را هدیه کنید به ولی عصر، امام زمان. وقتی هدیه کردید به او، دیگه عمل از نسبت به من و تو بیرون میره، بر میگرده انتصابش به او. یعنی وقتی عمل عمل من باشه، این آیا پذیرفته است یا نه؟ هزار مشکل داره. اما وقتی اون قرآن رو خوندی، به امام زمان هدیه کردی، هیچ ملکی قدرت دیگه نداره، باید بره تا به عرش اعلا برسه. این برنامه اول، از امروز شروع کنید، حد اکثر رو بگیرید، سعی کنید هرچه بیشتر قرآن رو بخوانید، هدیتاً الی صاحب عصر و زمان. اما امام زمان کیه؟ گفتنی نیست که او چه گوهریه. یک روایت از این روایت تا آخر بخوانید، و اون روایتی که صدوق نقل میکنه از امام چهارم زین العابدین، روایت اینه: کسی که در غیبت او معلوم میشه، از اینجا کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن، اگر حدشون اینه، آیا خود او در چه حدیه؟ از این روایت باید فهمید از ابتدا امر انتها امر را. خود من اصلا متحیرم. روایتی که شیخ المحدثین محمد ابن علی ابن بابیه صدوق نقل میکنه، اونم در کتابی که به امر امام زمان اون کتاب نوشته شده، و اون روایت اینه: کسانی که در زمان غیبت او بر ولایت او بمیرن، ثواب هر یک اونها ثواب 1000 شهید از شهداء بدر و احد. این منزلت کسانی هست که در عصر غیبت او بر ولایت او ثابتند. حالا
خود امام زمان چه مرتبه ای داره؟ اولا سر این حدیث چیه؟ حساب در نهایت دقت در دستگاه ربوبیت و کل شیء عنده به مقدار و السماء رفعها و وضع المیزان و نضع الموازین القسط. دستگاه ربوبی ادق حسابها رو رعایت میکنه. سر این که اینقدر عظمته اینه که در آخر الزمان حفظ دین در نهایت اشکاله. مشکلات یکی و دوتا نیست، برای خواص یک سنخ مشکلات، برای عوام یک سنخ مشکلات، برای زنها مشکلاتی، برای جوانها مشکلاتی. وقت در این زمان با این شدت دین را نگه داشتن، اصلا روایاتی که در آخر الزمان محیر العقوله. یک روایت اینه که در آخر الزمان خطر به جایی میرسه که صبح کسی از خانه بیرون میاد دین داره، شب به خانه برمیگرده دین نداره. شدت به اینجا میرسه. در همچه زمانی دین رو حفظ کردن بر ولایت اهل بیت مردن، سرش اینه: والذین جاهدوا فینا. چون در این زمان زمان جهاد فی سبیل الله، صبر بر فقر، صبر بر مصیبت، صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل معصیت. این صبرها تراکم پیدا میکنه در این زمان، وقتی شدت زیاد شد، مقابله با اون شدائد شد، اجر به این مرحله میرسه. وقت یک نفر از شما، چه مرد چه زن، اگر در این زمان بر ولایت اهل بیت ثابت باشید، ورع تقوا را حفظ کنید، چه مرد چه زن بمیرید، اجر هزار شهید بدر و احد رو دارید. این روایت شیخ صدوق، اونم از سید الساجدین زین العابدین. حالا اگر نوکران او در عصر غیبت این مقام رو دارن، خود او چه مقامی داره؟ عقلها دیگه اونجا مبهوته. وقتی به دنیا آمد، مثل روز نیمه شعبان
که روایت هم همچنینه که نیمه شعبان متولد شد. وقتی متولد شد نوری از این مولود تلالو کرد و این نور تا انان سما رسید. حالا چه روحیه، چه نفسیه که از این بدن در اثر سیطره اون نور و اون روح همچه نوری ساطع میشه؟ سیر نور، شعاع نور خب حدی داره. این چراغ نورش تا اونجا میره. همچنین خورشید نورش حد داره. حالا نوری که از ولی عصر وقت ولادت ساطع شد، این نور رسید به تمام ملأ اعلا. یعنی خلاصه در سامره خورشیدی روز نیمه شعبان طلوع کرد که نور او عرش خدا را روشن کرد. اولین جمله‌ای که تکلم کرد، دست‌ها رو روی زمین گذاشت، گفت شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله هو العزیز الحکیم. آیه شهادت رو خون، بعد هم این جمله رو فقط گفت ان الدین عند الله الاسلام. حالا اهل فکر فکر کنن، کسانی که اهل علم قرآنن اونها میدانن که آیه شهادت در قرآن چه منزلتی داره. آیه شهادت این آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله بالاترین کلمه است. خود این کیفیت تولد و این نحوه حرف زدن شرح مفصلی داره. اگر فرصت شد انشاءالله وقتی مفصل صحبت میکنم، الان اشاره ای میکنیم. مهمترین کلمه، کلمه لا اله الا الله. ولی در کلمه هو یک اسراریه. شاهدش سوره توحید، قل هو اول شروع میشه به لفظ هو. قل هو الله احد، اول هو بعد الله. در آیه شهادت لا اله الا الله نیست،
در آیه شهادت لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو، اول شهادت خدا، بعد شهادت ملائکه، بعد شهادت اولوالعلم. مشهودون به چیه؟ لا اله الا هو. اول جمله‌ای که از لبهای امام زمان بیرون آمد این جمله بود. خلاصه اون آخرین کلمه‌ای که تمام انبیا و اولیا به حد نهایت به او رسیدن، این کلمه اول روز ولادت او بود. امام زمان اینه، گفت شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزیز الحکیم. بعد هم ان الدین عند الله الاسلام، دیگه تمام شد. در اون جمله ان الدین عند الله الاسلام قوغایی است، روز اول ولادت گفت که آخر من چه خواهم کرد؟ حالا کسی که روز اول ولادتش نور جبهش عرش خدا رو نور بارون کنه، الان بعد از هزار خورده ای با این رنج هایی که او کشید، با اون مشکلاتی که او با اون مشکلات روبرو شده، ما نمی فهمیم چیست مطلب. هر معصیتی که از کسی سر بزنه قلب او را آزرده میکنه، هر گرفتاری برای شیعه‌ای پیدا بشه دل او رو مکدر میکنه. اینه که در طول این زمان مصائب امام زمان را غیر از خدا کسی نمیدونه. حالا فکر کنید شماها میرید کربلا، چشمتون به اون قبر شش گوشه میفته، چه حالی دارید؟ اما او هر روز مقابل اون قبر اون بدن قطعه قطعه رو میبینه، بر او چه میگذره؟ او میاد به مشهد، وقتی نگاه میکنه امام رضا را میبینه که یتمل ملک تمل مل سلیم، وقتی میره کنار قبر صدیق کبرا، بدن آزرده او رو میبینه. حالا کسی که نور او روز اول همه ملاء اعلا رو روشن کرده، بعد از این همه ابتلاعات، اون همه عبادات، آیا تلالو نفس او کجاست؟ خلاصه کلام اینه که خدا در قرآن یک آیه داره و اشرقت الارض به نور ربها، این آیه تفسیر شده به ظهور امام زمان. نور امام زمان اینه،
اگر کسی این حقیقتش درک مقام او از حوصله ادراک ما خارجه. آیه اینه، تفسیرشم اینه، خدا می فرماید زمین روشن شد به نور پروردگار زمین. امام در تفسیر این آیه فرموده نور ربی که تمام زمین را اشراق میکنه صاحب العصر و زمان. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل وسلم على وليك صاحب الزمان عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وأجل في فرجه وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وظيفة نسبت بقرآن دو كلمة، خلاصه امر این دو کلمه است، یکی قرائت قرآن، این کلمه اول. کلمه دوم عمل به قرآن. اما قرائت قرآن هرچه هست در کلمات اهل بیت، علم فقط در قرآن است و روایات ابن عمران داده. اون چه به عیسی ابن مریم بخشیده، اون چه به شخص اول عالم و عقل کل داده، همه در این کتاب اولش بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، آخرش سوره ناس، این قرآن. هر کسی باید وظیفه‌اش رو نسبت به قرآن انجام بده. ما خارج امام زمان کیه؟ این یک سواله. قرآن چیه؟ این یک سواله. اما قرآن چیز؟ اون کسانی که اهل قرآنن، این بین دفتین، یعنی بین این دو جلد، تمام اون چه خدا بسم الله الرحمن الرحیم نیمه شعبان قابل درک و توصیف نیست. ما مطالبی شنیدیم
اما فهم اون مطالب از حوصله ادراک 124,000 پیغمبر نازل کرده همه در این. حالا درک این مطلب، فهمش عقل رو مبهوت میکنه، یعنی اون چه نزد آدمه، اون چه خدا به نوح داده، اون چه خدا به ابراهیم خلیل عنایت کرده، اون چه پروردگار به